بحر ما بنده شد، مرد و برخاست و ما را رهاننده شد، مرد و برخاست و ما را رهاننده شد. زنده عیسی ببین اصل ایمان ما، زنده عیسی ببین اصل ایمان ما، زنده عیسی ببین اصل ایمان ما. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست. هر سال با آمدن بهار رستاخیزی دیگر را تجربه می کنیم. و چه زیباست رستاخیز انسان، از ظلمت به نور، از موت به حیات و از گمگشتگی و سرگشتگی به وصال دوست. خداوندا برای عزیزانم دعا می کنم در این نوروز دلشان را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو دهی که هر جا تردیدی هست ایمان، زخمی هست مرهم، نومیدی هست امید و هر جا نفرتی هست عشق جایان را فراگیرد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. با آرزوی سالی پر از برکت، شادی، سلامتی و موفقیت برای تک تک شما خواهران و برادران عزیزم در کلیسای ارامنه مسیح. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز و پیروزیتان در پناه خداوندمان عیسی افزون باد. سال 1400 خورشیدی بر شما مبارک. چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم، تا تو را بینم. چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم، داوود توی مزمورش میگه بیایید در پیشگاه او سر تعظیم فرود آوریم و او را بپرستیم، بیایید در حضور او زانو زنیم
زیرا که او ما را آفریده است. او خدای ما و ما قوم او هستیم. پس بیاییم وارد قصر خداوند بشیم با ستایش، با پرستش و زانو زنیم در حضور خداوند زنده ما. در قصرهای او داخل شد، خداوند را سجده کن. در قصرهای او داخل شد، جلال و شکوهش بین. خداوند بذار در حضور تو، خداوند در حضور تو واقعا بتونیم تو رو پرستش بکنیم. خداوند چشمای ما رو باز کن که واقعا چیزای عجیب ببینیم. خداوند عزیز دلایمون رو پر کن تا برقصیم و بخونیم برای تو خداوند، همراه با فرشتگان عظیم تو. خداوند دعا میکنم هر کس که در خانه خودش خداوند الان حضور تو اونا رو در بر بگیره خداوند عزیز، و شادی عظیم میخوام خداوند عزیز برای تک تک اونا در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. نه 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 No.
خداوند و شکرت. واقعا حضور تو چقدر شیرینه خداوند عزیزم. میخوام که تماما وارد تو بشیم خداوند و تشنگی ما خداوند و بیشتر بشه برای ماندن در حضور تو خداوند. به خصوص در این روزها خداوند، دعای من اینه که خسته نشیم از ماندن در حضور تو خداوند عزیز. حضور نوازش کرد عشق چشمان جاری سازد، حضور پرجلال تو وجودم را شغل برسازد، حضور پرجلال دعا میکنم که با این آهنگ آخر واقعا اجازه بدیم که روح القدس در ما کار بکنه، برای اینکه تشنگی های ما رو سیراب بکنه، برای اینکه اگه در اسارتی هستیم، در ناامیدی هستیم، به ما امید بده، ما رو آزاد بکنه، دلهامون رو پر از آتش خودش، پر از شور اشتیاق بکنه برای حضور خداوند. چوری زد بالا نروهت سو بر کبیر قلبم، بیابان ها بوستان میگردد با لمس روحم، چوری زد بالا نروهت سو بر کبیر بینندگان عزیز، به نام عیسی مسیح به همه شما درود میفرستم. امیدوارم هر جا که هستید سالم و خوب باشید. امروز من میخوام راجع به عادت روحانی صحبت کنم، یا به عبارتی راه رسیدن به بلوغ روحانی. همه ماها که ایماندار هستیم به طرق مختلف برای رشد روحانی خودمون کارهایی میکنیم. بعضی از ما به موعظه های زیاد گوش می دهیم،
موعظه‌ای که از طریق تلویزیون، رادیو یا سایر وسایل ارتباطی در اختیار ما هستند. بعضی از ما کتاب می‌خونیم، دعا می‌کنیم و به هر حال مطمئنم که اکثر شما عزیزان به این فکر هستید که رشد روحانی داشته باشید. چرا رشد روحانی مهمه؟ همونجور که ما میدونیم بدن ما احتیاج به خوراک مناسب خوب داره، مقوی، و همینطور به ورزش احتیاج داره برای اینکه سالم بمونه. این تن ماست که اینا رو لازم داره. روح ما هم همینطور احتیاج به تقویت داره. چرا؟ چون که زندگی ما فقط زندگی بدنی نیست، بلکه روح ما، فکر ما، درون ما، باطن ما، اینها، انسان واقعی که در وجود ما هست، اون باید تقویت بشه برای اینکه مؤثر باشیم بین اجتماعی که ما زندگی میکنیم و همینطور برای خود ما و خانوادهمون. پس انسان نیاز به این رشد داره، رشد شخصیت، رشد روحانی. در اول تیموتائوس ما میخونیم باب 4 آیه 7 پولس میفرماید خود را در دینداری تربیت کن. این ترجمه هزاره نوعه، ترجمه تفسیری میگه بکوش و تمرین کن تا زندگی خداپسندانه ای داشته باشی. پس برای داشتن یک همچین زندگی روحانی خداپسندانه ما باید تمرین کنیم، ورزش بکنیم. و این اتوماتیک همین جوری نمیاد عزیزان. اگه ما همینجور بشینیم و منتظر باشیم که رشد کنیم، فایده ای نداره. درست مثل اینکه یه نفر بره ورزشگاه، جیم بره به قول آمریکایی‌ها، و اونجا بشینه و همبرگر هم بذاره بغل دستش رو بخوره و همینجور بشینه و بعد بیاد بیرون بگه حالا من بدن سالم خواهم داشت. نه، وقتی وارد اون ورزشگاه میشی لازمه که ورزش‌های مربوطه رو انجام بدی. پس ما هم همینجور بشینیم یا حتی بیایم در کلیسا و اینها رشد نمی کنیم. باید تمرین روحانی کرد. و من این تمرین روحانی رو در واقع میخوام بگم باید ما 3 عادت روحانی داشته باشیم. من از کلمه عادت خوشم میاد به جای انضباط روحانی یا چیزهای از این قبیل. چرا؟ چون همینجور که عادتهای بد هست که آدم وقتی به عادت بد دوچار میشه دیگه زندگیش رو به قهقرا میره، همینجور عادتهای خوب هم ما میتونیم در خودمون پرورش بدیم که ما را برعکس ببره به زندگی که مؤثره و زندگیست که به درد ما و دیگران میخوره. پس عادت کنیم. این 3 عادت مهمه. این 3 رو ما اول شروع کنیم به تمرین کردن و بعد یواش یواش این جزء عادات ما بشه، عادت‌های خوب ما بشه. اون موقع ما رشد خواهیم کرد. عزیزان شما در دنیا هر سمینار روحانی برید، هر نوار روحانی یا سیدی روحانی گوش کنید، به این واعظ گوش کنید، به اون واعظ گوش کنید، سفر کنید، برید سمینارهای روحانی شرکت کنید، همه اینا رو اگه ما یه جمع‌بندی بکنیم، حاصل کلام این 3 عادتیه که امروز من میخوام راجبش صحبت کنم. که اگه این 3 عادت رو ما نداشته باشیم، تمام این سفرها و گوش کردن به این وعظ و اینا به درد نمیخوره، چون کاری نمیکنه در ما، فقط اطلاعات ما رو زیاد میکنه. و مسیحیت که داشتن اطلاعات نیست، مسیحیت یک طریقته. در کتاب مقدس میخونیم که پولس اهل طریقت رو جفا میرسوند. از همون اول مسیحیان به اهل طریقت لقب گرفتن. یعنی چی؟ یعنی اینا شریعت نیست، چیز احکامی و فکری و اینا، طریقته. طریقت یعنی راه، یعنی عمل کرد. بنابراین با این 3 عمل کرد عادت در زندگی خودمون ما میتونیم رشد کنیم و مثل عیسی مسیح بشیم. من خودم در عمر روحانی خودم متوجه شدم که اشخاص روحانی همیشه از این 3 برخوردار بودن. کسانی بودن در زندگیم که از نزدیک میشناختم و اینا میدونم که اینا اهل این 3 عادت بودن و این 3 عادت بود که اونها رو
واقعا اشخاص قوی در روح ساخت. ببینیم این عادت‌ها چی هست. سه عادت تغییر دهنده زندگی که میتونه زندگی ما رو و همینطور نهایتا زندگی دیگران را تغییر بده. اول، هر روز در وقت معین با خدا رازگاهان داشته باش. قبل از اینکه من اینو توضیح بدم بگم که برای ایجاد عادت سه تا چیز لازمه ما بدونیم. برای این سه تا عادت ها هر کدوم با سه تا چیز ما لازمه بدونیم. یکی اینه که چرا این کار رو میخواییم بکنیم، یعنی دلیل این کار چیه، باید روشن باشه برای ما. دوم، حالا که روشن شد روشش چیه، به چه شکل باید این کار رو بکنیم. و سوم، نتیجه چیه، اگه من این کار رو کردم نتیجهش چه خواهد بود، ثمر دهیش چی هستش. خب ما بپردازیم به اولیش که گفتیم هر روز وقت دادن به خداست. حالا ببینیم دلیل این کار چیه، چرا ما باید هر روز به خدا وقت بدیم. دلایل زیاده. اولا اینکه حضور خدا رو بیشتر احساس میکنیم، احساس میکنیم در طی روز خدا با ما هست و فکر ما بیشتر متوجه خداست تا چیزهای بی خودی که تلمبار میشه و ما رو بی خودی ذهن ما رو مغشوش میکنه. و ما شاید مهمترین دلیل این باشه که از خدا هدایت میگیریم. ما تو زندگی تصمیمات زیاد داریم بگیریم، به خصوص تصمیمات خیلی مهم، و اینا نمیتونه بدون هدایت خدا باشه. آمدن ما باید هر روز وقت بدیم که کم کم ما بتونیم صدای خدا رو تشخیص بدیم، هدایت خدا رو تشخیص بدیم. با تمرین و ورزش این امکان پذیره. او منو هدایت میکنه. این از دلیل دعا و مطالعه کلام روزانه. پس رازگاهان یعنی این که من هر روز وقت میدم در حضور خدا بمونم و دلیلش اینه که میخوام او منو هدایت بکنه. حالا روش این کار چجوریه؟ چجوری باید این کار رو کرد؟ روزانه است. عیسی مسیح میگه که هر روز این کار رو میکرد. قبل از اون این آیه رو بخونم. ای خداوند راه خود را به من نشان ده و احکام خود را به من بیاموز. پس منو هدایت کن ای خداوند. روش چیه؟ روزانه است. عیسی اغلب به جاهای دور افتاده میرفت و در تنهایی دعا میکرد. لوقا 5:16. اگه عیسی مسیح نیاز رو داشت چقدر بیشتر ما. هر روز عیسی مسیح میرفت و تنهایی دعا میکرد. عزیزان، ما نیاز داریم که این کارو بکنیم. هر روز این کارو بکنیم. و وقتی که این کارو میخوای بکنی، اولا یک ساعتی تعیین کن که هر روز همون ساعت باشه، و چه بهتر که در صبح باشه قبل از اینکه هیچ کاری شروع کردی. من خودم دیگه تمام عمرم، من همیشه چون شخص سحرخیزی هم هستم، ساعت 4 گاهی اوقات ساعت 3 صبح 5 اینجوری وقت میدم به خداوند. و چقدر در زندگی من مفید بوده این عادت، تنهایی به خدا وقت دادن. من وقتی که میخوام به خدا وقت بدم چند جا هست که میخونم رازگاهان خاصی دارم و بعضی از اینها در ایمیل من هست که هر روز برای من فرستاده میشه. وقتی میخوام چک کنم یهو میبینم کلی ایمیل دیگه هم اومده، این کارو بکن اونو فلان، مربوط به کلیسا، کاری که باید انجام بدم، و نمیدونم از یه جای دیگه ایمیل اومده. اصلا سراغ اونا نمیرم، میرم اون ایمیلی که من دوست دارم، یعنی دیلی مدیتیشن، اون که هر روز باید با خدا وقت بذارم، اونو کلیک میکنم، وقتمو با اون صرف میکنم. و به تلفن اینها اهمیت نمیدم، همه رو میذارم کنار، برای اینکه من بتونم متمرکز بشم به خداوند. کار سختیه. بعضی از ماها مخصوصا بعضی روزها خیلی سخته که آدم فکرمون رو ما بتونه متمرکز کنیم، ولی لازمه. پس این کار رو بکنید. مزمور 46 آیه 10 میگه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. باز ایستید یعنی همه چیزها رو بذار کنار.
فقط به فکر من باش. فکرتو متمرکز کن. اونجاست که ما یک انرژی مثبتی از روح القدس دریافت میکنیم برای بقیه روزی که در پیش داریم. عزیزان، در این موقع ممکنه خیلی فکرها به سرتون میزنه، اشکال نداره، بذار بیان و برن، اهمیت نده زیاد به اون فکرها و بعد یواش یواش این فکرها کمتر خواهند شد. ابتدای کمی سخته، ولی ماها سالها شاید طول بکشه، هیچ اشکال نداره. شما همونقدر که اینو هر روز داشته باشید کمکتون میکنه. اگه احیانا یه روزم نتونستید، خیلی به خودتون مثلا سخت نگیرید، اشکال نداره. آدم گاهی اوقات صبح ها ناهار ممکنه نخوره، اینطوری نمیشه، ولی تا اونجایی که ممکنه سعی کنید که هر روز این کار رو انجام بدید. عیسی مشغول ترین انسان بود روی زمین، ولی همیشه وقت رازگاهان داشت. مارتین لوتر خودش میگه من انقدر کار دارم هر روز انجام بدم که اگه 2 ساعت به خدا وقت ندم، دعا نکنم، نمیتونم به کارهام برسم. چه حقیقت پرمعنا در این گفتش هست. یعنی وقتی شما به خدا وقت کافی میدید، یک انرژی مثبتی از خدا میگیرید که بعد میتونید کاراتون رو خیلی بهتر انجام بدید. چقدر شده ما برای کاری میخوایم انجام بدیم، همش احساس منفی داریم، زورمون میاد این کار رو بکنیم، هی به تعویق میندازیم، آخرش هم انجام نمیدیم. چرا؟ چون انرژی لازم رو نداریم، انرژی مثبت روحانی رو نداریم. ولی وقتی به خدا وقت میدیم در اول صبح، این انرژی خدا به ما میده. حتی ممکنه شب خوب نخوابیده باشی، بدنت خسته باشه، این انرژی ربطی به اونا نداره. اینه که انرژی روحانی است که از خدا میاد. حتی با بدن خسته، چشمای خواب‌آلود، باید میتونی برای خدا مؤثر باشی. نتیجه چیه اگه ما وقت بدیم به خدا؟ نتیجهش این خواهد بود. آیه رو میخونم، یوحنا 15:7. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، هر آنچه میخواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد. در من موندن یه راهش همین رازگاهانه، با خدا ارتباط برقرار کردن. وقتی که در این حالت باشی و بقیه روز را همینجور در مسیح بمونی، اون موقع است که کار ما ثمر میده و اونچه درخواست بکنیم برآورده میشه. بارها خدا در کلامش به ایمانداران میگه که بخواب و من درخواستتو جواب خواهم داد. خب در این مورد خیلی دیگه میشه صحبت کرد، فکر کنم اون یک برنامه دیگه هست، یک موعظه دیگه است که من باز دقیقا بگم چند جور شما میتونید کلام را بخونید، چه جوری میتونید با دعا کلام را بخونید، مزامیر رو چه جوری میشه خوند و رازگاهان خوب داشتن چیا هست. ولی امروز به همینجا اکتفا میکنم، چون 2 مورد دیگه هم میخوام راجع به صحبت کنم، یعنی 2 تا عادت بعدی. به امید خدا در برنامه‌های دیگه کمی بیشتر راجع به رازگاهان صحبت خواهم کرد. دومی عادتی که کمک میکنه من از نظر روحانی رشد کنم، هر هفته 10 یک خود را به خدا تقدیم بکنم. 10 یک چی هست؟ 10 یک یعنی پس دادن اولین 10% که درآمدم به خدا. خیلی راحت، $1,000 درآمد داری، $100ش مال خداست، برای به کلیسا، به خداوند تقدیم میکنی، به خانه خدا میاری. این عادت مربوط به پول هست. و چرا 10 یک دادن چی هست، چه جوریه؟ چرا باید من 10 یک بدم؟ چون خدا گفته، در کلام خدا هست. حالا بعضیا چونه میزنن که این در عهد عتیق اومده، در عهد جدید نیومده، بنابراین ما موظف نیستیم 10 یک بدیم. راست هم میگید، یعنی اگه اینو یک وظیفه سنگینی میدونید، بهتره که این کارو نکنید. چون کلام خدا میگه که با خوشحالی
هدیه بدهید. اگه هدیه دادن و ده یک دادن ما با خوشحالی نیست، باعث برکت هم نخواهد بود. وقتی خدا میگه این کارو بکن، یعنی ما با این کار نشون میدیم که در زندگی من چه چیز مهمه. آیا اطاعت از کلام خدا و فکر من در مورد کار خداست که کار خدا پیشرفت بکنه، یا اینکه من همه چیو برای خودم میخوام؟ حالا حتی اگه کتاب مقدس هم به کنار بذاریم، حتی خود روانشناسا میگن آدمی که هدیه میده خیلی خوشحالتر از اونه که دائم میگیره. این یه چیزیست که خدا در ما گذاشته. به همین خاطره وقتی که تو هدیه دهنده هستی و هدیه میدی، روحاً احساس شادی میکنی. این برکت خداست که خود به خود میاد. من فکر کنم اینکه خدا میگه من به شما برکت خواهم داد، یکیش همینه، همین شادی که خودجوش هست در ما. ما چقدر در پی این شادی و آرامش هستیم وقتی به کسی کمک میکنی. حالا چه کمک های دیگه، چه کمک مالی، چه نشاطی به تو دست میده. هدیه دادن به کار خدا، ده یک دادن، ما را واقعا به خدا نزدیک میکنه. اینه دلیلش. پس دلیل این کار اینه که نزدیک شدن بیشتر به خداست. کلام خدا میگه هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجاست. گنج شما دوست عزیزم، برادر و خواهر گرامیم، در چیه؟ گنجت اینه که یهو ماشین خوب داشته باشی، یا خونه خوب بزرگ داشته باشی با استخر، یا خودت هستی گنجت؟ میخوای دائم خوشحال باشی، دائم عیش و نوش بکنی و کیف بکنی، چی هست؟ واقعا اون اصل چیزی که تو رو خوشحال میکنه چی هست؟ ده یک دادن منو شبیه خدا میکنه، چون خدا هم دنیا رو اینقدر دوست داشت که فرزندش رو داد، فدیه داد به ما. در تثنیه باب 14 آیه 23 یکی از ترجمه های انگلیسی میگه که هدف ده یک دادن اینه که به ما یاد بده که همیشه خدا رو در زندگی در جای اول بذاریم. یعنی برای من مهمترین چیز خداست در زندگی. میخوایی رشد روحانی بکنی، میخوایی بفهمی روحانی هستی یا نه، پس پول تو کجا هست؟ آیا وفاداری به دادن ده یک به خدا یا نه؟ آیا اولین قسمت درآمدت اول میگی خداوند این سهم توست، بقیهش رو تو من اجازه داده که خرج کنم یا نه؟ باید ما به یک همچین جایی برسیم، به یک همچین جایی که واقعا رشد روحانی ما همینه، که به اون جایی برسیم که خدا همیشه در زندگی ما جای اول رو داشته باشه. نه با گفتارمونه بگیم تو جای اول داری، بلکه عملا با دادن ده یک. و ما چگونه این کار رو باید کرد؟ روش این کار چیه؟ روش این کار اینه که هر یک شنبه این کارو بکنیم. شما عزیزان که به کلیسا میرید، ما الان کلیسامون تا دو هفته دیگه روز رستاخیز عیسی مسیح قراره که بازگشایی بشه و مردم دوباره بتونن بیان حضور داشته باشن. هر یک شنبه کلام خدا میگه این کارو بکنید. در اول قرنتیان 16:2 میخونیم در نخستین روز هفته یعنی یک شنبه هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی برای این کار، یعنی برای هدیه، کنار بگذارید. اون زمان پولس کلیساهای مختلف رو سرکشی میکرد و یکی از خدمات پولس این بود که هدایای کلیسا رو جمع کنه و به کلیساهایی بده که در تنگی بودند. این یک خدمت بزرگ پولس بود. بنابراین میگه هر یک شنبه که شما جمع میشید برای عبادت، ده یکاتون هم بیارید اونجا بذارید تا چند یک شنبه وقتی که جمع شد، وقتی من بیام دیگه بتونم این هدایا رو برای کار خداوند ببرم. بنابراین منم توصیه‌ام اینه، اگه خواهر عزیز من، برادر گرامی من، اگه شما جایی دارید، کلیسایی میرید، قبل از رفتن به کلیسا هدیه خودتون آماده کنید. نه اینکه وقتی رفتید کلیسا بعد جعبه هدایا رو میچرخونن تازه جیبادون تفتیش کنید ببینید چیزی هست یا نه.
البته امروز میشه از طریق کردیت کاردم داد. کلیسای ما این تحصیلات رو فراهم کرده، تحصیلات رو که بتونید شما از اون طریقم بتونید انجام بدید که تو این برنامه هم میگیم چی کار بکنید و اینها. ولی اگه میایید کلیسا، یک پاکتی اگه دارید، مبلغی که هست یا چکی که هست در اونجا بذارید، قبلا دعا کنید براش، بگید خداوندا من این قسمت رو میخوام بدم به تو، این هدیه کوچی که من است به تو، و خواهش بکنم اینو به کار ببر برای جلال خودت، برای کار خودت. بعد این با خوشحالی بیا کلیسا. من تو کلیسا گاهی اوقات بچه ها رو میبینم که وقتی میخوان یه دلاریشون رو بدم به کلیسا، اصلا همینجور منتظرم میبینم کی میاد اون شخص که جمع میکنه هدایا رو، که اینام بتونن بندازن تو اون جعبه هدایا. یه همچین شادی، ذوقی باید در ما باشه وقتی هدیه به کار خدا میدیم. چون کلام خدا میگه خدا بخشنده خوشحال رو دوست داره، نه این کسی که با غر زدن این کار رو میکنه. به هر حال شما عزیزان، نمیدونم کار شما چی هست. شاید کاری دارید که هر ماه حقوق نمیگیرید، یا هر دو هفته یک بار حقوق نمیگیرید. اگه اینجوری هست که هر یک ماه میگیرید و یا هر دو هفته، میتونید به طور مرتب این کار رو بکنید. اگه نه، مثل ریلتوری هستید که ممکنه یهو 6 ماه حقوق نداشته باشید، یهو یک خونه بفروشید و مبلغی گیرتون بیاد، به هر حال اونم میتونید تقسیم بکنید و هر وقت که به کلیسا میایید یک سهمی رو با خودتون بیارید و بدید. منظور اینه که احساس بکنید که این هدیه رو وقتی میدید با خوشحالی میدید و خودتون واقف هستید که چی کار میکنید. هدیه دادن یک نتیجه خوبی هم که داره، به ما یاد میده که چجوری منظم و منضبط باشیم در زندگیمون. بعضیا بودن که میگن یه زمانی بعد از سارو نمیدونستیم پول ما از کجا میاد، کجا میره، اصلا هیچ اطلاع نداریم، فقط کار میکنیم و پول میاریم تو خونه. ولی وقتی شروع کردم به هدیه دادن، بعد شروع کردم به حسابداری هم، یعنی حساب کاراشون رو دارن، آها پس اینقدر میاد اینقدر میره، پس این اینجوریه، اینجا اضافه ما خرج کردیم، اینجا نمیبایست این رو میخریدیم، و خیلی زندگیشون منظم میشه. مطمئنم عزیزان همه ما میتونیم 10-1 بدیم، مطمئنم. اگه شما نون روزانه دارید که میخونید، لباس دارید که میپوشید، و برای کارهای دیگه هم پول دارید، برای خرید این و اون و اینجور چیزها، پس حتما برای خدا هم میتونید مبلغی در نظر بگیرید. در واقع بهترین روش اینه که قبل از اینکه ما پولمون رو جایی خرج کنیم، اول سهم خدا رو بذاریم کنار. اگه میخواهید از نظر روحانی رشد کنید، این تعهدی است که باید انجام بدیم. منم همینطور، شما هم همینطور. تو کلیسا من یادمه سالها پیش یک برادری بود، این نمیتونست یک شنبه بیاد کلیسا چون همون روز کار میکرد، ولی همیشه قبل از جلسه میومد 10-1 خودشو میداد به من و بعد میرفت سر کار. چقدر قلب من خوشحال میشه که همچین اشخاص متعهد ما داریم. بعضی هم هستن در کلیسا فقط حرف میزنن، شاید راجبه 10-1 هم خوب تعلیم هم میدن، ولی خودشون هیچ موقع عمل نمی کنن. خودمون رو گول نزنیم. خداوند میگه هدایای خود رو بیارید، 10-1 رو بیارید که من به شما برکت بدم، چنان که آیه بعدیه. پس نتیجه چیه؟ نتیجه 10-1 دادن اینه که برکت خدا در زندگی ما جاری میشه. ملاکی 3:10، 10-1 دارایی خود را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی در آنجا باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید چگونه روزنه های آسمان را باز می کنم و شما را از برکت خود لبریز می سازم. بیشترین برکات در کلام خدا مربوط به هدیه است. 10:1 خداوند میگه 10:1 تونو بدید، هدیه بدید تا به شما هم داده شود. برکت خدا رو ما میچشیم. برکت خدا ممکنه مالی باشه، ممکنه روحی باشه، عاطفی باشه.
خوشحالی باشه. هزار جور خداوند برکت میده. حتما این نیست که ما با خدا معامله کنیم. ببین خدا، من دارم 100 دلار میدم، حالا منتظرم تو 1000 دلار برگردونی. همچی چیزی نیست. اگه بعضیا اینجوری موعظه میکنن، این کلام خدا نیست. معامله نیست کلام خدا. برکت خدا فقط مادی نیست، خیلی برکاتای عمیق‌تری است که حتی پول نمیتونه اونها رو بخره. پس به این شکل ما به این کارم عادت بکنیم. پس دو تا عادت رو صحبت کردیم: هر روز وقت بده به خدا، و وقتی به جلسه کلیسایی میایی یا اگه نمیتونه بیایی، هفتگی هدیه خود را برای کار خدا بفرست. سوم، عادت سومی اینه که مرتب در جمع ایمانداران شرکت بکن، که ما اسمشو میذاریم مشارکت، جمع شدن با ایمانداران در گروه‌های کوچک. مشارکت با گروه بزرگ یک شنبه ها عالیه و انسان رو تقویت میکنه، ولی مشارکت در گروه‌های کوچک هم لطف خودشو داره. اگه شما عزیزان به کلیسای میرید که تعداد زیاده و اونجا گم میشید و همه هم دیگر رو نمیشناسن و شاید وقت هم نیست که در یک روز یک شنبه ما به طور صمیمی با هم مشارکت داشته باشیم، حتما جلساتی که در خانواده خانه تشکیل میشه شرکت بکنید، یا یک گروه کوچیکی بسازید که در اون بتونید برای هم دعا کنید، با کسانی که شادن شادی کنید، با کسانی که در غمن غمگینی بکنید. مشارکت در گروه های کوچیک آموزنده، تقویت و تسلی یکدیگر در سختی ها، همه اینا در اونجا اتفاق میفته. یک شنبه ها ما میاییم خدا را بپرستیم، جشن بگیریم با همه، ولی در گروه های کوچیک هست که ما به نیازهای همدیگه میرسیم با کمک روح القدس. چرا؟ دلیلش چیه؟ برای اینکه ما تقویت بشیم. روشش اینه که دلیلش اینه که تقویت و تشویق شدن از یکدیگره. به همین خاطر در عبرانیان میخونیم 10:25، از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنان که بعضی را عادت شده، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم. پس میگن یه ده عادت کردن که جمع نشن با هم، و این یک عادت میخونه. حالا میگه چقدر خوبه این عادت خوب رو داشته باشیم که مرتب با هم دیگه جمع بشیم در یک جا. برای چی جمع بشیم؟ خودش میگه برای تشویق و تقویت. این آیه نشون میده که ما به هم دیگه نیاز داریم. کلن عزیزان، خدا ما رو طوری نساخته که ما انفرادی فقط با او رابطه داشته باشیم، چون که در رازگاهانی البته این کارو میکنیم، ولی ما همه ماها به صورت خدا آفریده شدیم. در واقع همه ما از یک جنسیم. در واقع خدا به یک شکلی دی ان ای خودشو در همه ما گذاشته. و کلام خدا خیلی جاها اشاره به این پرستش گروهی میکنه، نجات گروهی میکنه، دست جمعی میگه تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. اینه که ما به همدیگه وابسته ایم. اگه وابسته ایم، پس نیاز به همدیگه داریم. من خودم عزیزان بارها شده که فکرم مشغول بوده، احساس دلتنگی کردم، با یکی دو نفر از ایماندارم وقتی صحبت میکنم یهو دگرگون میشم. چه شادی به من دست میده. ما واقعا به هم دیگه نیاز داریم عزیزان. پس حتما وقت بذارید و در کلیسای خانگی کوچیک شرکت بکنید. ما درست مثل یک زغال مشتعلی میمونیم که اگه تنها بمونیم یواش یواش خاموش میشیم. وقتی شما در اون منقل کباب پزی میبینید باد میزنید و این زغالا وقتی چسبیدن، چطور شعله یه نفر به دیگری هم سرایت میکنه و تمام زغال ها در واقع دوی آتش قرار میگیرند و شعله ور میشن. ما هم برای گرم شدن و انرژی کسب کردن به همدیگه نیاز داریم. بنابراین جمع شدن در خونه ها
این حسن داره که این نیاز ما را برطرف میکنه، برآورده میکنه. ایمانداران اولی عادت داشتن که هر روز در واقع با همدیگه جمع میشدن. پس روش چجوریه؟ ما هم جمع میشیم در کلیسا و هم در خانه ها. اعمال 5:42 میگه که هر روز در خانه ها کلام خدا را تعلیم میدادن و در خانه خدا وعظ میکردن. هم در خانه خدا بودن و هم در خانه های خودشون. اینا با همدیگه جمع میشدن. پس عزیزان، شما اگه جلسات خانگی هست در کلیسایی که شرکت میکنید، حتما این کار رو بکنید و شرکت کنید تو اون جلسات خانگی. اگه نه، گروه خودتون رو تشکیل بدید. شاید تلفن کنید یکی دو نفری که میشناسید، همدیگه و دوستان هستید، با هم هفتگی قرار بذارید، جمع بشید، کلام خدا رو بخونید، برای همدیگه دعا کنید و واقعا وقت بدید که حال همدیگه رو بپرسید، ببینید که در چه حالی هستید. امروز خیلی ها پیش روان پزشک میرن، روانکاو میرن برای درمان، مشاوره، اینها، ولی تجربه ثابت کرده که داشتن یک دوست خوب به همون اندازه مؤثره که شما مرتب پیش یک مشاور برید یا روانکاو برید برای درمان خودتون. ما این نیاز روحی رو داریم که با دیگران جمع بشیم و صحبت بکنیم. خانم‌ها خوشبختانه بیشتر از آقایون این کار رو میکنن. ما آقایون باید یک کمی وقت بدیم و وقت دادن با همدیگه در گروه جمع شدن به طور مرتب. چه نتیجه‌ای داره این کار؟ در جامعه باب 4 میخونیم که دو نفر از یک نفر بهترن، زیرا نفع بیشتری از کارشون عایدشون میشود. اگر یکی از آنها بیفتد، دیگری او را بلند میکند. خیلی واضح اینجا نشون میده که ما نیاز به هم داریم. تیم ما باید باشیم. سرباز به تنهایی جنگ نمیره، با سربازان دیگه هست. بازی هایی که میکنیم، بیشتر بازی ها مثل فوتبال و بسکتبال، یک تیمی ما هستیم، باعث تقویت هم میشیم. پس بدون که این سه عادت واقعا لازمن عزیزان، زیرا قسمت مهم زندگی هم ما را لمس میکنن که عبارت است از وقت من، پول من و رابطه من. در این هاست که ما میتونیم رشد روحانی بکنیم. اگه خدا در این سه جای اول در زندگی ما باشه، اون موقع میتونه روی ما حساب کنه که ما به کجا خواهیم رفت. اگه برکات خدا رو میخواهید، راهش همینه. بعضی از ماها شروع کننده خوبی هستیم، ولی وسط ها دیگه ول میکنیم. همینطور که عرض کردم عزیزان، این کار رو شروع بکنید. ممکنه زود نتیجه رو نبینید، ولی اگه استقامت کنید، برای یک مدتی انجام بدید، یواش یواش عادت زندگیتون میشه. به طوری که اگه این کارو نکنید، احساس ناآرامی میکنید. وقتی عادت خوب بشه در زندگیتون، جا پیدا کنه، اون موقع رشد روحانیتون جلو خواهد رفت. بنابراین توصیه من اینه که در آخر بهتون بگم که بیاییم و با خدا تعهد ببندیم. در کتاب ارمیا میخونیم که اینک ای خداوند، ما با تو پیمان ناگسستنی میبندیم تا تو را خدمت کنیم، و سران قوم ما همراه لاویان و کاهنان این پیمان را مهر می کنند. جالبه که تعهد می دن، مهر می کنند و پاشن وای می سن. دوست عزیز من، شما چطور؟ آیا به خدا قول می دید که هر روز وقت بدید به او؟ آیا به خدا قول می دید که هدیه خود را، دهیه که خود را به موقع برای کار خدا تقدیم کنید؟ آیا به خدا قول میدید که با دیگران مشارکت داشته باشید، در گروه های کوچیک مخصوصا، برای اینکه رشد روحانی بکنید؟ عزیزان، اگه میخواید رشد روحانی کنید، این سه تا هست. همین، خیلی ساده. شاید سخت باشه انجام دادنش، ولی ساده هست. از اینکه لازم نیست شما خیلی برید کتاب بخونید، سمینار برید، جاهای شرکت کنید. همین سه تا رو انجام بدید و خداوند با روح القدسش کمک خواهد کرد که شما رشد شخصیت، رشد روحانی داشته باشید، مؤثر باشید برای خودتون و
برای زندگی که دارید، خانواده‌ای که دارید، اطرافیان و برای دنیا. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند می‌سپارم.